آخرین لبخند، قسمت اول. نویسنده صادق هدایت، ناظر ضبط فرهاد عزیزی، راوی احسان مرادپور، صداگذاری افشین مرادپور، مدیریت برنامه فرشید رشیدا، تهیه کننده بنیاد آینه. روی زمین هیچ چیز پایدار نیست. زندگی مانند شراره ای است که از اصطکاک چوب پیدا شده، زمانی روشن می شود و دوباره خاموش می گردد. ولی ما نمی دانیم از کجا آمده و به کجا خواهد رفت. بودا. در اتاق باشکوهی که با شمع‌های متعدد و خوشبو روشن و از قالی‌های بیمانند مفروش و بدنه دیوار از پارچه‌های ابریشمی گرانبها پوشیده شده بود، روزبهان برمکی، آزادبخت برمکی، گشواد برمکی سردار لشکر خراسان و برزان برمکی رئیس خراج دور هم جمع شده بودند تا راجع به پیشامدهای دربار خلیفه مشورت کنند. کلاهان‌ها پوستی بلند و خرقه‌های ترمه پوشیده بودند. جلویشان جام‌های شراب، میوه و شیرینی در ظرف‌های گرانبها چیده شده بود. به قدری حرکات، لباس و وضع آنها با هم جور می‌آمد. به قدر این مجلس با جلال و شکوه بود که به نظر می‌آمد یک تکه از زندگی اشرافی پایمال شده دوره ساسانیان دوباره جان گرفته و زنده شده بود. آزادبخت با حرارت مخصوصی دستش را تکان می داد و می گفت: از خلیفه هرچه بگویید بر می آید. من از اول در صداقت او شک داشتم و حالا که احتیاجی به ما ندارد، ضدیت خودش را آشکار خواهد کرد. گشواد گفت: چیزی که به ضرر ما تمام شد نفاقیست که میان جعفر و پدر و برادرانش افتاده. جعفر از روی دیوانگی نقشه ما را خراب کرد. آن حکایت عشقبازی او با عباسه زنکه 40 ساله، بعد هم همدست شدن او با عبدالملک صالح که بر ضد خلیفه اقدام کرده بود و مبلغ گزافی که از خزانه برداشت به او داد و مچش باز شد. همه این کارهای جعفر بود که هارون را نسبت به برمکیان بدگمان کرد، در صورتی که اقدامات یحیی و فضل سنجیده و از روی فکر است. برزان گفت: حالا هم مدتی است که خلیفه نسبت به جعفر سرد شده و زرات ابن محمد را رفیق کیف و مجالس بزم خودش کرده و از قراری که موسا در کاغذ خودش به من نوشته بود، هارون یحیی ابن عبدالله را که با جعفر ساخته بود حبس میکنه و به جعفر فرمان میده اونو بکشه، ولی جعفر اونو آزاد میکنه و فضل ابن ربی این خبر رو به هارون میده و همین بیشتر باعث کدورت بین خلیفه و برمکیان شده. آزادبخت گفت: به این دلیل نمی شود که هارون همه برمکیان را غضب بکند، چون از اول خودش حامی جعفر بود و می دانست که میان او با پدر و برادرانش خوب نیست. برزان گفت:
این یکی از علل آن است. ولی مخالفت عیسی پسر ماهان را نباید فراموش کرد. همین مرد که به کمک یحیی به حکومت خراسان رسید، به خلیفه خبر داده که برمکیان به دین نیاکانشان علاقه دارن و بیدینی و مجوسی و دین زرتشتی را تشویق میکنن. به همین مناسبت مدتی است که هارون چند نفر را ناظر اعمال و کارهای ما کرده، از طرف دیگر به موسی نسبت طغیان و سرکشی دادن. یکی از خیشان خلیفه به او نوشته: بسیاری از مردم موسی را به چشم امام حقیقی نگاه می کنند و خمس مال خودشان را به او می دهند. و ابو ربیعه به هارون نوشته که در روز قیامت خلیفه چه جواب می دهد که مملکت مسلمانان را به دست برمکیان مرند و زندیق سپرده است؟ آزاد بخت گفت: من امروز صبح قاصد از بامیان داشتم. می گفت که در بلخ مرض و وبا آمده و اهالی آنجا که تازه مسلمان شده بودند، چون ناخوشی را غضب خدا تصور کردند، دوباره به دین بودایی برگشتند. البته این خبر که به خلیفه برسد، گمان می کند به تحریک برمکیان است. برزان گفت: به اضافه هیچ میدانید که هارون بی جهت از انس ابن ابی شیخ منشی جعفر بهانه گرفت و سرش را برید؟ این قضیه را فضل به فال بد گرفته و مقدمه مبارزه خلیفه با برمکیان میداند. گشواد گفت: این تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عرب‌ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم. فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همینطور باشه. این قیافه های درنده، رنگ های سوخته، دست های کوره بسته برای گردن گیری درست شده، افکاری که میان شاش و پشکل شتر نشو و نما کرده بهتر از این نمیشه. تمام ساختمان بدن آنها گواهی میدهد که برای دزدی و خیانت درست شده. این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می دویدن و زیر سیاه چادر زندگی می کردن، نباید هم بیشتر از این از آنها متوقع بود. و اگر ظاهراً هارون روی خوش به ما نشان می داد و اظهار لطف می کرد، در خفا کینه نژاد ما را در دلش می پرورانید و تشنه به خون ایرانیان بود. و حالا که به مقصود خودشان رسیدن و فکر عرب مثل دنبلی که سر باز بکند دنیای متمدن را ملوث کرده، واضح است احتیاجی به ما ندارد. آزادبخت گفت: خاله، یحیی، فضل و جعفر، همه جواهرای گرانبها و پولهای سرشاری که صدها سال در بتکده نوبهار جمع شده بود، مثل ریگ نثار این عرب های موشخار کردند و بهر شاعر بی سر و پا ثروت های هنگفت بذل و بخشش کردند و در نتیجه بغض و کینه و حسادت یک دسته شترچران رو برای خودشان خریدند. اصلا هارون به دم و دستگاه، به پول، به فکر، به جاه و جلال و حتی به طرز و آداب زندگی ما حسد میبرد، به وجود برمکیان حسد میبرد، به کارآمدی آنها حسد میبرد. نه، او بلکه همه عربهایی که دور ما کار میکنند و تملقمان را میگویند، همه دشمن خونی ما هستن و منتظر یک اشارن تا انتقام نژاد خودشونو بگیرن. روزبهان گفت: اشتباه است. برمک و پسرانش با خلیفه ساختن و به آیین آنها گرویدند تا بتوانند در افکار و اعمال آنها نفوذ پیدا کنند و دین آنها را ضعیف بکنند و خرده خرده از بین ببرند
از نو پرستشگاه نوبهار را بسازند و مردم را به کیش بودایی دعوت کنند و به خلیفه بشورند. برای همین بود که آنها کوشش کردند تا اطمینان خاطر عربها را به دست بیاورند و به مقصودشان هم رسیدند. همه خلفای عرب مانند عروسک‌های خیمه شب‌بازی دست نشانده برمکیان بودند و در حقیقت هنوز هم آنها هستند که فرمان روایی دارند. اما آنچه که مربوط به نظام مملکت است، اگر عرب‌ها خودشان را از کمک برمکیان بی نیاز می دانند، اشتباه می کنند. چون هر دقیقه که آنها از کار کنار بگیرند، نظام مملکت از هم گسیخته خواهد شد. و اگر کمک‌های مادی و معنوی از طرف ما به عرب‌ها شد، آن هم برای پیشرفت مقصود خودمان بود. عرب چه می خواهد؟ یک مش طلا و نقره و یک حرم سرای پر از زن. این منتهای آرزو و آمال آنهاست. اصلا پیشرفت عرب ها هم برای همین بود و این بهشت موعود برایشان مهیا شد. پس نقشه برمکیان تا کنون عملی شده، حالا هم هنوز نگذشته. ما باید نتیجه زحمات آنها را دنبال بکنیم و آن قتل عام عرب‌ها و استقلال ایران است. برزان گفت: فضل در کاغذ اخیر خودش نوشته بود که مواظب خودتان باشید. تا می توانید با عرب‌ها کمتر آمیزش بکنید و آنها را به خودتان راه ندهید. و مخصوصاً قید کرده که من همه امیدم به خراسان است، چون نفوذ ما در آنجا بیشتر است و دور از مقر خلیفه افتاده. طوری باید کرد که خراسان تا حدود بلخ به خلیفه بشورند و او مستأصل بشود و مجبور بشود تا یکی از ما را برای سرکوبی اهالی خراسان بفرسته. آن وقت لشکر خلیفه را بر ضد او اقوا میکنیم و همه عرب ها را از میان میبریم و خراسان را مستقل میکنیم. هرگاه در این کار غفلت بشود، هستی ما به باد خواهد رفت و همه وسایل مهیاست. ولی قید کرده بود که منتظر کاغذ من باشید، چون هنوز وضعیت معلوم نیست و نمیتوانم تصمیم قطعی خودم را بنویسم. آزادبخت به گشواد گفت: آیا شما اطمینان کامل به لشکر خود دارید و در موقعش اوامر را انجام خواهید داد؟ گشواد جواب داد: از این حیث مطمئن باشید، به یک اشاره من تمام سران سپاه بر ضد خلیفه میشورند و قتل عام عرب ها در خراسان عملی میشود، ولی فقط منتظر فیروز چاپاره فضل هستم. آزادبخت گفت: در این صورت پیش از اینکه عیسی پسر ماهان برگردد باید این کار را انجام داد. روزبهان گفت: پیش از اینکه هارون حکم قتل همه برمکیان را بدهد. آزادبخت گفت: اگر حکم خلیفه پیش از کاغذ فضل برسد. برزان گفت: غیر ممکن است. اخبار ما همیشه 2 روز پیش از قاصد خلیفه به توس میرسد، چون بهترین چاپار چاپار برمکیان است. ولی در این بین روزبهان از جعبه طلایی کوچکی حبی بیرون آورد، در دهانش گذاشت و رویش یک جام شراب نوشید و از جایش بلند شد. آزادبخت، برزان و گشواد اگرچه به حضور او محتاج بودند، ولی عادت به این غیبت مرموز و ناگهانی روزبهان داشتند و جرأت نکردند که او را از رفتن باز دارند، زیرا که موضوع صحبتشان بی اندازه مهم و وجود روزبهان که به استقامت رأی او ایمان کامل داشتند در آنجا لازم بود.
خیلی آهسته از در خارج شد. دم در دو غلام بچه که فانوس در دست داشتند جلوی او افتادند. شهر طوس با مسجدها، باغها و کوشکهایش در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود. تنها آهنگ دوردست، زنگ شتر و صدای آواز خواننده‌ای خاموشی را فاصله به فاصله می شکست و نسیم ملایمی که می وزید بوی گل عقاقیا در هوا پراکنده کرده بود. روزبهان مثل اینکه در حال طبیعی نبود از دو سه کوچه تنگ و تاریک گذشت. چشمهایش به روشنایی لرزان فانوس خیره شده بود بدون اینکه به اطرافش نگاه بکنه. همین که دم در خانه‌اش رسید نوکرانش تعظیم کردند و در باغ باز شد. صدای آبشار و هوای نمناک از آن بیرون آمد. زرین کمر غلام مخصوص روزبهان جلو رفت و بیان که چیزی بگوید کاغذ بسته‌ای به دست او داد. روزبهان کاغذ را گرفت و مانند اینکه فکرش جای دیگر بود همینطور رفت و زرین کمر به دنبالش افتاد. از دالانهای پیچ در پیچ گذشت، جلوی در آهنینی رسید. زرین کمر آن را باز کرد. در سنگین آهنین که روی آن نقش و نگارها و کندکاری هندی بود باز شد. روزبهان داخل تالاری شد و زرین کمر نیز پشت سر او وارد شده در را از پشت بست. اتاق بزرگی مانند حوضخانه پدیدار شد که با چند قندیل از آج که شیشه های رنگین داشت روشن بود. قندیل های بزرگ و کوچک با روشنایی خفه و مرموز و رنگ های گوناگون حالت باشکوهی به اینجا داده بود. بالای اتاق مجسمه بزرگی از مفرق به بلندی دو گز گذاشته شده بود که بودا را به حالت نشسته نشان می‌داد و چشم‌های او که از یاقوت بود با رنگ آتشین می‌درخشید. صورت او تودار، مرتب و شبیه حجاری‌های هندی بود که چهار زانو نشسته بود. با شکم بزرگ جلو آمده و دست‌هایش را روی زانویش گذاشته بود. ابروهایش باریک، بینی کوچک و حالت چشمهایش مثل این بود که در فضای تهی نگاه میکرد و لبخند تمسخرآمیز، لبخند فلسفی روی لبهایش خشک شده بود. مثل این بود که لحظه های خوش زندگی های پیشین خود را به یاد می آورد و دو شیار گود کنار لبهایش افتاده بود. از تمام صورت او حالت آرامش، اطمینان، تمسخر و تحقیر هویدا بود. جلوی آن را پرده ای از تور نازک ابریشمی کشیده بودند و دو بخوردان دو طرف مجسمه گذاشته شده بود که از میان آن حلقه های آتش بیرون می آمد و دود معطری در هوا پراکنده می کرد. دور بدنه دیوار تصویر بودا، فرشته‌ها و خادمان و پرده‌های نقاشی مربوط به زندگی بودا، ملاقات بودا با گوپا نامزدش، ملاقات او با گدا، با مرتاز و با مرده و غیره کشیده شده بود. و پایین دیوار سرخ جگرکی به رنگ لثه دندان بود. از میان این محوطه چشمه کوچکی می‌جوشید و در جوی پهنی به شکل آبنما که از سنگ رنگین تراشیده شده بود آب موج می‌زد و می‌گذشت. کنار جوی جلوی چشمه یک تشک بزرگ از پر قو افتاده بود که رویش بالش‌های کوچک رنگ به رنگ قلاب دوزی و از پارچه‌های ابریشمی افتاده بود. روزبهان همین که وارد شد رفت روی تشک چهار زانو نشست و به صورت بودا خیره نگاه میکرد، مثل اینکه میخواست افکار خودش را جمع کند. گلوی او خشک و مزه سمق کاج در دهانش گرفته بود. افکارش مخشوش و احساس خوشحالی ناگهانی در او پیدا شد، به طوری که از شیار طویلی که کنار لبهای او انداخت دیده میشد.
در این بین دختر بچه سال خوشگلی با لباس بلند سفید، چشمهای درشت، موهای مشکی که به سرش چسبانیده بود، با بازوی لخت، بلند بالا، گوشواره حلقه‌ای بزرگ به گوشش، با کفش‌های نرم و پاهای کوچکش، مانند سایه یا پری، کوزه شرابی را که در دستش آورد، کنار تشک گذاشت و نشست. بعد جامی شراب ریخت و به دست روزبهان داد.